To its سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در آستانه فرارسیدن نهم دی حملات و اتهامات بعضی از مقامها و رسانه حکومت ایران به رهبران در بند اعتراض های انتخابات سال 88 افزایش یافته است. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته از سردمداران فتنه 88 نباید گذشت کرد و سردار جزایری نیز اعتراف کرده حوادث 88 ضربه بسیار بزرگی به نظام وارد کرد. میرحسین موسوی و خانواده مهدی کروبی به این حملات واکنش نشان دادند علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته یک جریان برانداز قدرت طلب وقایع سال 88 را رقم زد و سردمداران فتنه به خاطر آسیب‌های فراوانی که به نظام زدند نباید گذشت سعیدی نامی از این جریان نبرده اما به نظر میرسد منظور وی اصلاح طلبان باشند که به گفته وی این جریان ناسالم حرکت خزنده ای را برای براندازی انقلاب اسلامی شکل داده بود. وی افزوده وقایع سال 88 آسیبهای زیادی به نظام زد و به همین خاطر نباید از سردمداران فتنه آن سال گذشت. سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دو عامل پایان دادن به اعتراضهای سال 88 نام برده است. در اظهار نظر دیگری سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه توطعه خارجی هر قطر هم که بزرگ و حساب شده باشد بدون عوامل داخلی به انجام نمی رسد گفت در سال 88 در اثر پیوند عوامل داخلی با همین ساختار برش مرده شده بزرگترین ضربه به نظام اسلامی وارد آمد و اگر تدابیر رهبری نبود اثری از انقلاب باقی نمی ماند. وی افزود گناه عوامل داخلی فتنه 88 بسیار بزرگتر از عوامل خارجی است و در این میان ضربه‌ای که به واسطه بخشی از خواص و مدیران و کارگزاران و چهرههای شناخته شده بر انقلاب وارد شد عمیقتر از سایر عوامل ضد انقلاب فریب خوردگان و بازی خورده ها بوده است سردار جزائری گفت ادهی دانسته یا ندانسته تلاش می کنند بر این فاجعه بزرگ ملی سرپوش بگذارند که این عمل آنان خود جفای دیگری بر نظام و انقلاب و رهبری است. بگونه ای که حتی حاضر نیستند از واژه فتنه استفاده کنند و در کمال تاسف هنوز هم نظام مبتلا به این اشخاص است. در همین راستا محمد تقی مصباح یزدی گفت میر حسین موسوی و مهدی کروبی با حکم حکومتی علی خامنه ای اعدام نشدند. وی افزوده اگر حکم حکومتی نبود حکم موسوی و کروبی طبق شرع و قانون اعدام بود و خامنه ای اعدام این افراد را به مسلحت جامعه اسلامی نمی داند. این روحانی محافظ کار همچنین گفت مشروعیت حصر موسوی و کروبی نیست به حکم حکومتی رهبر است. در همین ارتباط احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز تاکید کرد حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای پیشگیری از جرم انجام شده و محاکمه آنان بعد از رفع حصر آغاز می شود. وی گفت رفع حصر سران فتنه مسئله است که باید از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. وی گفت دستگاه های قضایی و مدیریتی به منظور جلوگیری از فتنه و حرکت های مقابله با نظام و رهبری حصر را برای سران فتنه منظور کردند. پیشتر احمد علم الهدا گفته بود دادستان بر اساس مساله سیاسی حکم به بازداشت آقایان موسوی و کروبی داده و هیچ قانونی در کشور دادستان را در تعیین زمان بازداشت محدود نکرده است. محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج مستضعفین سوم دی ماه تصریح کرد تلاش برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید پنهانی باشد و تصمیم مراکز قانونی در این باره نیست در نهایت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز حس را نشانه رفعت نظام جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانست وی در مصاحبه ای با خبرگزاری تصنیم گفت کسانی که دستور داده باشند که مردم به خیابان ها بریزند و بیانیه داده باشند و دعوت به شورش مسلحانه کنند کلت دست گرفته و تیراندازی کرده باشند از نظر فقهی حکمانها آنها محاربه است. خاتمی با اشاره به سخنان پیشین خود در خطبه های نماز جمعه تاکید کرد که شن نماز جمعه صدور حکم نیست اما میتوان توان مصداقهای محاربه را بیان کرد پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود که نظام به سران فتنه خیلی منت گذاشته که زنده هستند علی متحری نماینده تهران در مجلس روز هشتم تیر ماه گفته بود که در دیداری که با خامنه ای داشته رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میر حسین موسوی را بزرگ توصیف کرد و گفته بود که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. علی متحری، نماینده تهران تا کنون بارها خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد شده است. مهدی کروبی در پیامی از آقای متحری خواسته است از سوی وی پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی نیز در تازه ترین پیام خود از حسر خانگی گفته است. این جانب و خانم رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده ایم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن سه نفر از اعضایش در حمله اشور مسلح در جنوب شرق ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها این سه نفر از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند. گروه جیش العد در وبلاگی منصوب به این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته به زودی فیلم آن را منتشر خواهد کرد. کشته شدگان این حادثه اکبر عبدالله نژاد، قدرت الله ماندنی و موسی نصیری بیات معرفی شدند. در چهار ماه گذشته تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروههای مسلح کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی میگویند پاکستان که مرزی طولانی با سیستان و بلوچستان دارد به محل امن تروریست ها تبدیل شده است در رویداد دیگر مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی ایران از درگیری میان افراد مسلح و نیروهای انتظامی در شهرهای خمین و گلپایگان و کشته شدن شش نفر در این حادثه خبر داد. سردار آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته است افراد مسلح پس از سرقت از یکی از بانکهای شهر علی گودرز به سمت شهر خمین در استان مرکزی متواری شده و در آنجا با ماموران پلیس درگیر شدند. فرمانده نیروی انتظامی لرستان هر گونه سرقت بانک در شهرستان علی گودرز را تکذیب کرده است. آقای حسینزاده تأکید کرده یکی از سارقان حرفی مسلح در درگیری های شب گذشته گلپایگان کشته شد پیکر حمید تقوی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که توسط نیروهای گروه داعش در شهر سامرا در استان صلاح عراق کشته شد امروز دوشنبه تشییع می شود های ایران گزارش دادند آقای تقوی روز ششم دی مورد هدف تکتیر اندازی که خود را پشت یک ترانس برق مخفی کرده بود قرار گرفت و جان باخته است گزارش شده بر اثر این حمله برخی همراهان این فرمانده سپاه نیز زخمی شدند. بیشتر نیز تعدادی از فرماندهان سپاه در سوریه و عراق کشته شدند. رسانه های ایران از ارسال پیام هشدارآمیز جمهوری اسلامی به عربستان سعودی برای تغییر در سیاست های خود به خصوص در حوزه نفتی خبر دادند. به گزارش دیگر بان این نامه شش روز پیش تحویل مقام های عربستان سعودی شده است. ریاض دخالت های جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن را محکوم کرده و خواستار احترام تهران به حاکمیت کشورهای همسایه است. جمهوری اسلامی از سیاست های عربستان سعودی برای حفظ روند کاهش قیمت جهانی نفت به شدت نگران است. گفته می شود حاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی گفته است زمانی که حملات رسانه های جمهوری اسلامی به خاندان سعودی متوقف شود و سپاه دست از مداخلاتش در مورد شیعیان سعودی بردارد او حاضر است در جهت رفع مشکلات میان دو کشور به ریاض سفر کند. روزنامه واشنگتن پست در گزارش مینویسد: آمریکا نقش کنونی ایران در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی را پذیرفته است. طولانی شدن حضور شبه نظامیان ایران در عراق از جمله موارد نگران کننده در این گزارش ذکر شده است. ایفای نقش ایران در عراق در مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی هر روز مشخصتر می شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به قلم گزارشگر خود از بغداد می نویسد آمریکا و ایران در حال حاضر در مبارزه با دولت اسلامی متحد یکدیگر هستند. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکا عراق و ایران می نویسد در یک سال گذشته حضور نظامی ایران در عراق با ارسال کمک به بغداد به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته یک روحانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران که به علت مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود از زمانی که گروه دولت اسلامی بخش بزرگی از شمال عراق در ماه جوان امسال را تصرف کرد ایران بیش از هزار مشاور نظامی به عراق ارسال کرده و حملاتی هوایی علیه مواضع دولت اسلامی انجام داده و بیش از یک میلیارد دلار برای کمک های نظامی هزینه کرده است این روحانی وابسته به رژیم ایران در گفتگو با واشنگتن پست آزادی مناطقی را که پیش از این تحت تسلط تروریست های دولت اسلامی در آمده بودند مدیون مشاوره دستور رهبری و حمایت ایران دانسته است روزنامه آمریکایی می نویسد از نظر دولت باراک اوباما که نگران افزایش اقدامات خشونتبار گروه تروریستی دولت اسلامی است نقشی که ایران در حال ایفای آن است در حال حاضر قابل پذیرش است با این همه دولت اوباما همواره اعلام کرده تا کنون به صورت مستقیم با ایران برای مبارزه با دولت اسلامی همکاری نداشته است منتقدان به همکاری میان آمریکا و ایران علیه تروریست های دولت اسلامی میگویند گروهی که از ایران علیه دولت اسلامی میجنگند همان گروهی است که در زمان حضور آمریکا در سالهای 2003 تا 2011 علیه نیروهای آمریکا مبارزه میکرد آنها همچنین به موضوع حمایت رژیم ایران از پابرجایی دولت بشار اسد در سوریه اشاره می کنند. پیش از این تصاویری از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق منتشر شده بود هرچند سازمان ملل متحد ضمن تایید حضور سلیمانی در عراق این موضوع را ناقض های این سازمان بین‌المللی علیه ایران خواند هادی امیری فرماندی سپاه بعد به واشنگتن پست گفته بود قاسم سلیمانی دوست ما است و ما نسبت به این دوستی بسیار احساس غرور می کنیم ده گفت از هر کسی که بیاید و به ما برای جنگ علیه داعش کمک کند استقبال می کنیم و ما نمی توانیم کشور را تنها با نیروی عراقی آزاد کنیم بر اساس تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در سال 2007 قاسم سلیمانی حق سفر به خارج از ایران را ندارد و حضور او در عراق نقض این تحریم هاست یک مشاور سفیر آمریکا در عراق به واشنگتن پست با تاکید بر شکست نهایی دولت اسلامی گفت مشکل بعد از آن است علی خزیری هشدار داد بعد از شکست دولت اسلامی هنوز گروه های مختلف نظامی که از پی دهه ها تجربه جنگ قوی شدند و پول نفت عراق را دارند و از سپاه پاسداران ایران دستور میگیرند یا دست کم قویان تحت تاثیر سپاه قرار دارند آنجا خواهند بود مقامات عراقی بسیار پیشتر از شروع عملیات هوایی آمریکا از این کشور برای مبارزه علیه تروریست های دولت اسلامی تقاضای کمک کرده بودند اما کاخ سفید به علت آنچه سیاست های فرق گرایانه نوری المالکی نخست وزیر وقت میخواند خواهان اصلاحات سیاسی برای افزایش قدرت دولت مرکزی در عراق شد جیمز جفری یکی از سفرای سابق آمریکا در عراق در گفتگو با واشنگتن پست تأخیر در حمله به مواضع دولت اسلامی توسط آمریکا را نادرست خواند به گفته جفری در نتیجه این سیاست آمریکا بود که عراق به این نتیجه رسید که تنها کسی که برای نجاتش خواهد آمد ایران است سفیر سابق آمریکا در عراق بیان کرد در همین زمان کردستان عراق که از همپیمانان آمریکا محسوب می شود دریافت اسلحه از سوی ایران را پذیرفت در همین زمینه یک مقام کردستان عراق که نخواست نامش فاش شود گفت چه ایران چه آمریکا ما باید از سقوط اربیل و تصرف آن توسط دولت اسلامی پیشگیری می کردیم. از زمان اعزام نیروهای آمریکایی به عراق تا کنون هیچ گونه دشمنی بین نیروهای آمریکا و ایران مشاهده نشده است. برخلاف گذشته نیروهای آمریکا قرار است در مقرهای مشخص خود بمانند و به صورت مستقیم دستوری صادر نکنند. مشاوران باراک اوباما میگویند آمریکا تنها زمانی میتواند از احتمال حضور بلند مدت شبه نظامیان شیعی به خصوص ایرانیان بکاهد که بکوشد به عراق برای ساختن دوباره یک ارتش کوچک موقفي يوري الرسونات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته برای ایران این فرصت وجود دارد که به یک قدرت منطقی موفق تبدیل شود و در این حال درباره احتمال بازگشایی سفارت این کشور در تهران گفته است پیش از بهبود روابط دو کشور باید قدمهای مختلفی برداشته شود که حل پرونده هسته ای مهمترین مرحله آن است این در حالی است که لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی میگوید سنا به پیشنویس تهیه شده توسط باب مننده رئیس شورای خارجی و سناتور مارک کریک در ژانویه رای خواهد داد این پیشنویس در راستای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران در صورت نقض توافق موقت هسته ای و یا خروج از مذاکرات است بیشتر جاش, جاش ارنست توهنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود اعمال هر گونه تحریم اضافی ممکن است به مذاکرات هسته ای آسیب برساند مقامات ایرانی بارها تاکید کردند اعمال هر گونه تحریم به مذاکرات آسیب خواهد رساند و این تحریم ها بر تصمیم ایران در گفتگو با پنج به علاوه یک تاثیر نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش مضاعف ایران برای گسترش فعالیت های تروریستی در کرانه باختری خبر داد. نخست وزیر اسرائیل به سخنان آقای ازدواوی سفیر فلسطین در ایران اشاره کرد که گفته بود اسرائیل خشونت طلب و قده سرطانی است که باید از بین برود. نخست وزیر اسرائیل از ادامه کارزار دیپلماتیک فلسطینی ها در شورای امنیت نیز انتقاد کرد و گفت حملات اخیر فلسطینی ها در کرانه باختری نتیجه تحریک به انجام عملیات تروریستی بوده است به گفته نتانیاهو حتی در صورت تصویب قطعنامه کشور مستقل فلسطین در شورای امنیت اسرائیل آن را نخواهد پذیرفت در انفجار یک اتومبیل بوم گذاری شده در استان حلب در شمال سوریه شش نفر از جمله دو کودک کشته و شماری نیز زخمی شدند بیش از دویست هزار نفر از زمان شروع جنگ سوریه در سال 2011 تا کنون کشته شدند فعالان مطبوعاتی در ایران میگویند با وجود آنکه رسانه ها در دنیا رشد زیادی کردند و روزنامه نیز همچنان پرطرف اما به دلیل سایه سنگین دولت بر مطبوعات تیراژ روزنامه ها در جمهوری اسلامی کم و بازارشان بیرونق است روزنامه ها و مجلات و به طور کلی رسانه های چاپی در ایران در مقایسه با سایر نقاط دنیا از تیراژ بسیار پایینی برخوردارند. در چند دهه اخیر تنها در دو دوره کوتاه یکی در سال 1357 و دیگری در سالهای نخست دولت محمد خاتمی مطبوعات ایران رونق نسبی را تجربه کردند. کسرا نوری سردبیر سابق روزنامه ایران و سردبیر فعلی روزنامه شهروند معتقد است ساختار مطبوعات در ایران میراثدار یک فرهنگ قدیمی است که بر اساس آن حاکمیت همیشه یک نگاه سیتر آمیز داشته به زندگی مردم و این موضوع طی قرون و سالها در بدن جامعه نهادی نشده است نوری میافزاید مشکل اصلی این است که در همه جا سیطره نفسگیر دولت را میبینید یعنی مردم در خصوصی ترین شعون زندگیشان سایه دولت را حس می کنند. این فرهنگ ما شده و تا تغییر نکند مشکلی حل نمی شود. به گفته این روزنامه‌نگار با وجود آنکه رسانه‌ها در دنیا رشد زیادی کرده اند و روزنامه‌ها نیز همچنان طرفدار دارند اما مطبوعات در ایران همچنان دچار مشکلات ابتدایی هستند بهروز بهزادی سردبیر سابق روزنامه اعتماد و سردبیر فعلی خبرگزاری اسکانیوز نیز به ایلنا گفته است بحث اصلی امروز این است که چرا تیتراژ مطبوعات ایران کم است بهترین تیراژ برای همشهری است اما همین تیراژ نیز با تیراژ روزنامه های دنیا قابل مقایسه نیست این مسئله چندین دلیل دارد علت اول این است که ما نمی توانیم حرفمان را بنویسیم از طرف دیگر باید یک شرایطی کاملا رقابتی ایجاد کنیم و به مباحث اقتصادی در رسانه ها توجه کنیم سردبیر خبرگزاری اسکانیوز می گوید کنترل و نظارت بر مطبوعات در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد اما نهاد نظارت و کنترل دولت یا دولتی نیست بلکه خود مطبوعاتی ها هستند به گفته بهروز بهزادی نگاه حاکمیت در ایران این است که باید مردم را از نظر فرهنگی آموزش داد او می افزاید وقتی مدیر می شویم خودمان را بالاتر از مردم می دانیم و مردم را ولی نعمت نمی دانیم زیرا می خواهیم معلم مردم شویم با همین نگاه ما تعیین میکنیم که مردم چه بخواهند و چه بشنوند کسرا نوری نیز میگوید اگر بپذیریم که مردم قدرت تشخیص دارند مشکلات حل می شود اگر فضای برابر و آزاد شکل گیرد حق تصمیم گیری را به مردم واگذار می کنیم مسئله این است که گویا برخی دولت مردان این امر را باور ندارند دو فعال مطبوعاتی در ایران به خبرگزاری ایلنا گفتند که علت تیراژ کم و بازار کساد رسانه های چاپی در ایران سیطره نفسگیر حاکمیت بر این رسانه هاست آنها میگویند علت تیراژ پایین روزنامه ها آن است که نمی توانند حرفهایشان را بنویسند هفته گذشته روزنامه روزان که 19 سال سابقه فعالیت داشت توقیف شد علت توقیف رسما اعلام نشده اما گفته می شود به دلیل انتشار گزارشی در شماره روز شنبه 29 آذرماه در باله آیت الله منتظری بوده است آیت الله منتظری خود از پایگزاران نظام جمهوری اسلامی در ایران بود پیش از آن روزنامه بهار به دلیل چاپ مقاله‌ای درباره قدیر و امام اول شیعیان توقیف شد علت آن بود که تفسیر این مقاله از حادثه موسوم به قدیر متفاوت از تفسیر رأس قدرت در ایران بود پایین بودن تیراژ رسانه های چاپی در ایران در حالی است که ایران با دهها ها روزنامه نگار و شهروند وبنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ای و بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران زن به شمار می رود. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنین در ردبندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2014 از میان 180 کشور در ردی 173 قرار دارد. همزمان با ایام کریسمس مقامات و مسئولان امنیتی ضمن کنترل و نظارت بر کلیساها و نوکیشان مسیحی فشار و تهدیدهای خود را به شدت افزایش میدهند بر اساس گزارش ها ده تن از ماموران امنیتی به منزل مسکونی یک کشیش آشوری واقع در منطقه غرب تهران هجوم برده و ضمن بازداشت وی از ادامه برگزاری جشن کریسمس جلوگیری کردند ماموران امنیتی علاوه بر تفتیش مهمانان حاضر در منزل این نوکشیش اقدام به قیف کتاب مقدس ضبط کلیه تلفن های همراه و مدارک شناسایی حاضرین کردند ماموران لباس شخصی حضور این جمع در این مکان را غیر قانونی و بدون مجوز دانسته و مانع از برگزاری جشن میلاد مسیح شدند روز گذشته بار دیگر شاگردان محمد علی طاهری در دفاع از معلم زندانی خود در تهران مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی و شرط او شدند در این تجمع که با دخالت ماموران امنیتی به پایان رسید معترضان خواستار اطلاع از وضعیت سلامت معلم خود و همچنین آزادی وی شدند بنیانگذار عرفان حلقه که از اردیبهشت نوت در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شود برای یازدهمین بار دست به اعتصاب غذا زده و خواستار بسته شدن پرونده باز فساد فلعرز خود شد آقای تاهری هفته پیش در پی ضعف شدید جسمی به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت دچار آرزه جدی قلبی شد و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد دولت روحانی اعلام کرده قصد دارد بیش از دو میلیون ایرانی مهاجر و تبعیدی را بیمه کند. محمدن حسن معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفته است دولت حسن روحانی در بخشنامه به همه شعبات سازمان تامین اجتماعی اطلاع داده که از این پس ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی می کنند با داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 50 سال برای زنان و مردان می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. به گفته یک مقام سازمان تامین اجتماعی متقاضیان ایرانی خارج از کشور میتوانند با داشتن وکیل فرم مورد نظر و قرارداد را در شعب تامین اجتماعی تکمیل و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند. ترکیه میگوید اگرچه همواره در کنار ملت مصر خواهد ایستاد اما برقراری روابط دوباره با دولت مصر را با پیش هایی همراه کرده در رویدادی متفاوت خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سفر به ترکیه با نخست وزیر این کشور پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرد به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر از این دو خبر به نظر میرسه این روزها ترکیه هم بعد از قطر راهای برقراری روابط دوباره با مصر رو بررسی میکنه این موضوع البته بی تاثیر از رویدادهای های اخیر در منطقه هم نیست حتی روزنامه زمان در جریان سفر دو هفته پیش امیر قطر به ترکیه مدعی شده بود که امیر قطر شخصا نظر اروان رئیس جمهور ترکیه خواسته تا در قبال مصر موضع متفاوت تری داشته باشه بلافاصله هم شاید بودیم که خود مقامات قطری البته با وساطت عربستان در قاهره با مقامات مصری دیدار کردند و پس از 18 ماه تنش و اختلاف بر سر اخوان المسلمین از احیای دوباره رابط قطر و مصر سخن گفتند. حالا در شرایط کنونی ترکیه تنها کشوری است که در قبال دولت مصر سیاست انتقادی رو در پیش گرفته سیاستی که البته به نظر میرسه با تلاش برخی کشورهای عربی در حال تغییر هستش در این رابطه روزنامه القدس العربی چاپ لندن خبر داده که سه کشور قطر، کویت و عربستان در تلاش هستند تا با میانجیگری میان ترکیه و مصر شرایط آشتی دو کشور رو فراهم سازن با این همه بلند آرینج معاون نخوص وزیر ترکیه از سرگیری دوباره روابط با مصر رو مستلزم پیش شرط های دونسته از جمله پایان دادن به بازداشت ها در این کشور آزادی محمد مرسی و برداشتن گام های دموکراتیک در مصر از سوی دولت اسیسی. بروی باید گفت که جدایی از تلاش اخیر کشورهای منطقه در این رابطه بسیاری از مخالفان دولت ترکیه در داخل هم روی کرده دولت این کشور رو در قبال مصر نمیپسندیدند اما در رویداد دیگه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس این هفته به ترکیه سفر کرد تا در کنگره سالانه حزب عدالت و توسعه شرکت بکنه کنگره سالانه حزب عدالت و توسعه امسال در شهر قونیه زادگاه احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور برگزار شد میدونیم حماس در طی سالیان اخیر روابط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی ایران داشته اما با آغاز بحران در سوریه در مورد رژیم بشار اسد و آینده سوریه با جمهوری اسلامی دچار اختلاف دیدگاه شده بود. از سوی دیگه اشتراک نظر حماس و ترکیه پیرامون حمایت از مخالفان بشار اسد از یک سو و همینطور افزایش حمایت های ترکیه از حماس در برابر اسرائیل همه و همه مسائلی بود که این اواخر موجب نزدیکی بیشتر حماس و ترکیه شده بود حتی خالد مشعل دو سال پیش در اوج بحران سوریه و در سفری که به ترکیه داشت خطاب به رجب طیب اردوغان گفته بود که تو نه تنها رهبر ترکیه بلکه رهبر جهان اسلام هستی حماس در طی این مدت همونطوری گفتیم برخلاف جمهوری اسلامی که از اسد حمایت میکرد همراه با ترکیه از مخالفان اسد حمایت کرد و همین امر هم موجب سری در روابط حماس با جمهوری اسلامی شد اگرچه امیر عبداللهیان معاون عربی افریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این موضوع دو روز پیش اعلام کرده که روابط جمهوری اسلامی با حماس هیچگاه قطع نشده و یا سوی یعنی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی از سفر قریب الوقوع خالد مشعل به ایران خبر دادن اما به نظر میرسه بحران سوریه بی تاثیر هم در این روابط نبوده اما خالد مشعل در قونیه و در دیدار با داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن قدردانی از حمایت های این کشور گفت که ترکیه دموکراتیک و باثبات منشأ قدرت تمامی مسلمانان جهان است آنطور که خبرگزاری دولتی ترکیه عنوان کرده خالد مشعل و داوود اوغلو بیش از 4 ساعت مذاکرات مفصلی رو در محله اقامتگاه شخصی نخست وزیر ترکیه با هم داشتن اما دفتر نخست وزیری ترکیه اطلاعات بیشتری از جزئیات این دیدار منتشر نکرده ناتو با برگزاری مراسمی ویژه پایان مأموریت نیروهای خود در افغانستان را به طور رسمی اعلام کرد. در این مراسم که به دلایل امنیتی مخفیانه انجام گرفت، ژنرال آمریکایی جان کمپل فرمانده نیروی بین المللی در افغانستان از پیشرفت‌های به دست آمده تمجید کرد و گفت سربازان افغانستان را قویتر و کشورهای ما را امن‌تر کردند. باراک اوباما نیز از پایان جنگ 13 ساله در افغانستان استقبال کرد و گفت این جنگ موجب نابودی مرکزیت رهبری القاعده شده است در اوج مأموریت جنگی نوتو در سال 2011 حدود 130 هزار سرباز از 50 کشور شرکت داشتند هدف اصلی این مأموریت خارج کردن طالبان از افغانستان بود اما روشن نیست که این هدف حاصل شده باشد جنرال بازنشسته آمریکایی جان آلن در گفتگویی با هفتنامه اشپیگل اعلام کرده درآمدهای نفتی داعش به دلیل موفقیتهای اعتلاف تنزل کرده و دولت اسلامی با مشکلات مالی روبروست و پیش زمینه تضعیف این گروه را موفقیتهای نظامی اعتلاف دانسته است جان آلن در این مصاحبه از اپوزیسیون چند, پو... چند پاره سوریه خواسته که برای مقابله با دولت اسلامی زیر چتر یک رهبری واحد گرد هم جان آلن با بیان اینکه بشار اسد مسئول رشد دولت اسلامی بوده است گفت با وجود خطرات داعش کنار رفتن اسد و معتمدانش از قدرت می تواند گامی تعیین کننده برای آینده منطقه باشد اما در 24 ساعت گذشته چهار حادثه در نقاط مختلف جهان روی داد که خسارات جانی و مالی به جای گذاشت از جمله آتش سوزی در یک کشتی در آبهای مدیترانه تصادف پنجاه خودرو در اسلوونی آتش سوزی در یک ساختمان 11 طبقه در آمریکا و مفقود شدن یک هواپیمای خطوط هوایی مالزی گزارش پیش رو و جزئیات بیشتر از این حوادث در پی آتش سوزی در یک ساختمان 11 طبقه در سن آنتونیو آمریکا در حومه کاسال هیلز واقع در ایالت تگزاس پنج نفر جان باختند. به گزارش رسانه‌ها، ها 11 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. حدود 150 آتش نشان از اداره آتش نشانی سن آنتونیو و سایر ادارات آتش نشانی برای خاموش کردن حریق به محل حادثه آمدند. در رویداد دیگر نیز در پی بارش سنگین برف در مرکز اسلوونی پنجاه خودرو در اتوبانی در این کشور با هم تصادف کردند که یک کشته و سی زخمی برجا گذاشت به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس اسلوونی اعلام کرد که به علت بارش شدید برف و لغزنده بودن زمین در بزرگراهی در مرکز این کشور پنجاه خودرو با هم برخورد کردند سخنگوی پلیس شهر کوپر گفته است بر اثر این حادثه یک سوئیسی 25 ساله کشته و سی نفر زخمی شدند. در حادثه دیگر صدها مسافر کشتی آتش گرفته نورمن آتلانتیک در آبهای مدیترانه و در حوالی کرانه های یونان گیر افتادند. به گزارش خبرگزاری ها امواج سمگین دریا نمیگذارند مسافران ارشه را به سادگی تر کنند. رسانه های یونانی تصاویر را منتشر کرده اند که نشان می دهد نیروهای امداد به دلیل طوفان و امواج مهیب قادر نیستند کاری برای سرنشینان کشتی آتش گرفته انجام دهند قایقهای نجات به دلیل تلاطم دریا به این سو و آن سو می روند و مسافران نمی توانند سوار آنها شوند حدود 150 نفر از مسافران توانستند به کمک یک کشتی امداد یونانی عرشه نورمن را ترک کنند و در کرانه های کروفو سوار قایقهای نجات شوند